بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بینندگان عزیز و محترم تلویزیون تمدن و برنامه گفتاورد. امید که خوب و صحتمند باشید تا این لحظه و در این برنامه هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان گرامی، 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، انقلابی که به عنوان یک جریان مهم در سلسله نهضت اسلامی در این منطقه به وقوع پیوست و در طول 44 سال گذشته دارای تأثیرات گسترده داخلی، منطقه‌ای و بین المللی بودند. همزمان در طول این 4 دهه افغانستان به عنوان همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران شاهد تحولات مهمی بوده است که دارای تأثیرات متقابل با جمهوری اسلامی ایران بوده است و پیامدها و آثار آن هم به ایران رسیده و در این حال که در دوران جهاد مقدس مردم افغانستان، مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان و حامی ملت مسلمان و مجاهد افغانستان بوده. در این اواخر هم باز هم افغانستان شاهد تحولات گسترده سیاسی و امنیتی شد که ایجاب میکنه که ما گفتگوی را در خدمت جناب آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان داشته باشیم، هم نسبت به یک صحبت و ارزیابی مختصر نسبت به انقلاب اسلامی ایران و هم نسبت به تحولات جاری در افغانستان و روابط دو کشور. جناب آقای کاظمی قمی، سلام و درود بر شما. از شما سپاسگزاری میکنم که فرصت خود در اختیار این برنامه تلویزیون تمدن قرار دادید. علیکم السلام. منم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا با مردم شریف و مؤمن افغانستان سخن بگم. بله، بسیار تشکر. جناب آقای کاظمی، 44 سال از انقلاب اسلامی ایران سپری شده و نسلی که این انقلاب را به وجود آوردن و به پیروزی رساندن حالا به کهنسالی رسیدن یا یک تعدادی از دنیا رفتن. در طول این 40 سال گذشته نسل‌های جدیدی در ایران به روی کار آمد یا در صحنه سیاسی اجتماعی ایران فعال شده. آیا فلسفه انقلاب اسلامی ایران با فلسفه‌ای که به وجود آمد، همچنان این فلسفه موجودیت خود یا دلیل خود همچنان حفظ کرده با توجه به تغییرات نسلی که در ایران به وقوع پیوسته و با توجه به امیدها و انتظارات و ارزش‌هایی که نسل جدید در ایران داره، یا اینکه متفاوت شده و انتظارات و توقعات دیگری پیش آمده که میتونه در واقع این فلسفه وجودی را درش تغییراتی به وجود بیاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب، گفتمان انقلاب اسلامی برآمده از آموزش‌های دینی و کلام قرآنی و کلام انبیا و اولیای الهی است. در گفتمان انقلاب اسلامی شما با موضوعات مهمی، مسئله عدالت خواهی، مسئله حمایت از مستضعفین، مسئله استقلال، عزت ملت، مسئله پیشرفت و توسعه، اینا همه با جاهایی که در قرآن وجود داره، در گفتمان انقلاب اسلامی هم اینها آمده. مسئله عدالت خواهی یکی از موضوعات، مسئله آزادی، آزادی در چارچوب حدود الهی. این موضوعات موضوعاتی نیست که بگیم یک نسلی آمد و شعارهاش رو داد و این موضوعات دیگه در همون تاریخ و در همون مقطع تمام شد. مسئله عدالت خواهی یک موضوع فطری خدادادی است. همه انسان‌ها به دنبال عدالت خواهی، حتی اونهایی که ظلم هم میکنند، وقتی شما نگاه میکنند اونها شعار عدالت خواهی میدن. طبیعتا هر انقلابی دارای ریزش ها و رویش هاست. انقلاب اسلامی که با محوریت امام خمینی، مرد الهی، مردی که به تعبیر مقام معظم رهبری تا مرز عصمت پیش رفت، انقلابی رو در قرن بیستم برپا کرد بر پایه همین مسئله عدالت خواهی، مسئله آزادی خواهی، اسلام خواهی، مقابله با مستکبرین، حمایت از مظلومین، مستضعفین، به دنبال استقلال خواهی. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید در منظومه فکری اسلامی اینا اجزایش هست، اینا هیچ وقت پایان نداره. یعنی نیست که نسل جدید آمده باشه نسبت به عدالت خواهی موضعی دیگری داشته، راجع به استقلال. طبیعی است که ما در هر مقطعی خواسته های جدیدی مطرح میشه.
اصلا نوآوری‌های جدیدی صورت می‌گیره. اما اون چیزی که اصول در گفتمان انقلاب بود، امروز مورد توافق نسل جدید ما، نسل جوان ما و حتی نسل‌های آتی خواهد بود. از این جهت اگر شما یک مروری کنید به کارنامه این بیش از چهار دهه‌ای که در کشور ما گذشت، خب انقلاب به دلیل اینکه آمد و منافع نامشروع قدرت‌های بزرگ مثل امریکا رو از این کشور برد و دلیل این عداوت و کینه توزی که امروز جبهه استکباری با محوریت امریکا میکنه، یکی از دلایلش اینه که اون منافع نامشروعش این انقلاب از بین برد. طبیعتاً شما میبینید در طول این بیش از چهار دهه دشمنی خودشون رو، عداوت خودشون نسبت به این ملت در هر شکلی نشان دادن، از کودتای گرفته، از حرکت‌های تجزیه طلبانه گرفته، اقدامات تروریستی گرفته تا جنگ 8 ساله‌ای که برای ملت تحمیل شد، شبیخون فرهنگی، مسئله تحریم‌های اقتصادی. خب چه کسی در برابر این توطئه‌ها و تهدیدات قد علم کرد و ایستاد؟ جمهوری اسلامی ایران از این منظر که برآمده از یک نظامی است مردم سالاری دینی است، یعنی شما جمهوریت مقبولیت میده به این نظام و احکام و حدود اسلامی مشروعیت میده. خب همین جمهوریت بود که در طول این بیش از چهار دهه آمد در برابر توطئه دشمن ایستادگی کرد. همین جوان ها بودن. شما در دوره جنگ ببینید در همین حرکت‌های اخیری که در کشور ما شاهدش بودیم، این مسئله به مفهوم واقعی یک جنگ ترکیبی همه جانبه بود و یک جنگ شناختی بود. خب این مردم بودن بعد از اینکه متوجه توطئه دشمن شدن ریختن در خیابان‌ها در حمایت از نظام، در حمایت از گفتمان انقلاب و آرمان‌های نظام مقدس و اون چیزی که مد نظر امام راحل ما بود. از این جهت بین خواستگاه جوان‌های ما در امروز به مفهوم واقعی با خواستگاه اونهایی که انقلاب رو اجرا کردن تحت زعامت و رهبری عالم دینی، این مرد بزرگ الهی، تفاوتی نکرده. یعنی شما امروز از جوان‌های ما که صحبت کنید، اینا دنبال عدالت‌هایی هستن، همونطور که دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستن. اما طبیعی است که در هر مقطعی خواسته‌های مطرح میشه. تکنولوژی که میاد نوآوری ایجاد میکنه. امروز فضای ارتباطی بین همه ملت‌ها در سطح جهانی میبینید که به صورت لحظه‌ای شده. طبیعتاً با دنیا ارتباطات گسترده‌تری برقرار میشه. طبیعی هست که یک سری خواسته های جدیدی حتی مطرح، اما اون که اصول و مبانی است، فرقی بین اون پدرانی که انقلاب کردند و امروز فرزندانی که در صحنه علم و توسعه و پیشرفت کشور هستند، تفاوتی وجود ندارد. به تحولات چند ماه گذشته شما اشاره کردین جناب آقای کاظمی. وقتی این اتفاقات رخ داد در ایران، اعتراضات و شورش های خیابانی، این موضوع مطرح شد که ممکنه خواسته های نسل جدید متفاوت باشه یا حداقل جمهوری اسلامی نتونسته توقعات همه را برآورده بسازه یا رفتارهایش با نسل جدید مناسب نبوده. شما فکر میکنین که چه اتفاقی افتاد؟ چرا ما به این نقطه رسیدیم؟ یعنی جمهوری اسلامی به این نقطه رسید که چنین اتفاقاتی بیفته که زیاد انتظار نمیرفت؟ این رو باید به اعتقاد من از چند منظر بهش نگاه ببینید. در جامعه ایران یک نظام آزادی است، یک فضای بازی است. یعنی شما در فضای سیاسی کشور نه بنبست می‌بینید، نه موانعی رو، نه محدودیتی رو. شما دیدید که خیلی از شخصیت‌هایی که در حاکمیت هستند بعضی وقتا نقش اپوزیسیون رو بازی می‌کنند، خودش مثلا در دولت قبلی است. روزنامه‌های ما انتقادات میکنن، نقد میکنن، خیلی وقتا از خطوط قرمز عبور میشه. اما برای نظام ما اینا یک نظام، یک اقدامات
نگران کننده واقعا نیست، چون جامعه ایران به اعتقاد من یک جامعه فرهیخته است. از این منظر جامعه باز. نگاه دوم، یک اعتراضاتی به وجود میاد. این مسئله جوان نیست. فرض کن شما در حوزه معیشت، در حوزه معیشت امروز شرایط اقتصادی کشور در بخش معیشت ما مشکلاتی داره. همین که شما مثلا ببینید قیمت‌ها غیر قابل توقع افزایش پیدا می‌کنه. من به ریشه هاش الان کار ندارم که بگیم تحریم‌های ظالمانه نمی‌دونم اقتصادی هست، اینا هست، اما خیلی از این مسائل همطور که بر ما جنگ تحمیل شده، ما در جنگ مقاومت کردیم و رو به اتکای ملت و ایمان به خدا توانستیم بر دشمن غلبه کنیم، حتما بر چالش ها و مشکلات اقتصادی کشور هم باید ما این کار رو انجام بدهیم. من به ریشه هاش کار ندارم، اما اینکه الان بخشی از جامعه دچار مشکلات معیشتی هست، اگر تو این زمینه بیاد و اعتراض بکنه، اعتراض بجاست. اما هیچ وقت نه جوان ما، نه پیر ما، نه زن ما، نه مرد ما، نه تحصیل کرده ما، نه عامی ما، این اعتراضش رو در قالب اقدامات خشونت آمیز نشون نمیده که بیاد اموال دولتی رو تخریب کنه، بیاد آمبولانس رو با آتش بکشونه، بانک ها رو با آتش بکشونه و اقدامات تروریستی. شما ببینید همزمان که این خشونت ها شروع شد، میبینید که اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی ما شروع شد. حرکت های داعشی و تکفیری از مرزها شروع شد. ما نزدیک به 10,000 قبض سلاح عمدتا امریکایی از مرزهامون اینها رو کشف کردیم توسط این عناصری که وارد کشور میخواستن بکنن. اینا ارتباط به مردم نداره، یعنی مردم ما همونهایی بودن که آمدن در اجتماع 13 آذر، اونهایی بودن که آمدن امروز رو شما نگاه کنید در خیابانهای نه پایتخت تهران، در همه شهرها و روستاها امروز در دفاعی از انقلاب و آرمانهای انقلاب ریختن در خیابان و محکوم کردن این توطئه‌هایی که صورت گرفت. پس مسئله اعتراض یه موضوع اقتشاشاتی که صورت گرفت. به همین خاطر هم شما ببینید آمدن در تلویزیون ها قرارگاه های عملیاتی آموزش کوکتل مولوتوف را انداختن. آیا این خاصه ملت ایرانه؟ ملت ایران هیچ وقت این را... ملت ایران انرژی و پتانسیل خودش رو بگذاره در برابر دشمن متجاوز، بگذاره در برابر داعش تکفیری که امریکا درست کرد، نه اینکه بیاد اموال بیت المال و اموال عمومی رو به تهدید بندازه. طبیعتا نسل جوان، هر نسلی هم که روی کار میاد، طبیعی با فضای روز خواسته هایی داره، اینا باید بهش توجه بشه. این چیزیست که مورد توجه نظام جمهوری اسلامی ایران هست. به بحث مشکلات اقتصادی و تحریم ها شما اشاره فرمودین. یک بحث کلیتر اینجا این هست که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در طول 4 دهه گذشته همیشه با قدرت های مختلف در دنیا دچار چالش و یک تقابل بوده. فکر میکنید که این رویکرد اولا ضروری بوده یا ایجاب میکرده یا منشأ بیرونی داشته در حقیقت، یا اینکه رویکرد جمهوری اسلامی به شکلی بوده که احساسات دیگران رو یا تقابل بیرونی رو برانگیخت که باعث بشه تحریم های وضع بشه و منازعه و یک نوع رویارویی نسبتا جدی بین جمهوری اسلامی و بسیاری از قدرت های جهانی و یا بعضی از کشورهای منطقه رخ بده. این دلیلش چی هست؟ فکر میکنین که چرا چنین چیزی اتفاق افتاد؟ من بر این باورم انقلاب اسلامی در تداوم راه انبیا و اولیا الهی بوده. بعد از 1400 سال از ظهور و تولد اسلام یک انقلابی با شعار اسلامی شکل گرفت. این انقلاب اولین شعارش نفی سلطه دیگران بر این ملت بود. اتخاذ سیاست لا شرقی و لا غربی در سیاست خارجی برآمده از این گفتمان.
این که ما میخواهیم مستقل باشیم، این که ما میخواهیم خودمون تصمیم بگیریم، این که ما میخواهیم یک نظام برآمده از خواستگ مردمی شکل بدیم تحت عنوان مردم سالاری دینی، این که میخواهیم کشور رو پای خودش بایسته، میخواد کشوری باشه که سازندگی رو در درون خودش وابسته به دیگران نباشه، تحت سلطه استعمارگر نباشه، استثمار نشود. آیا این پیام و این نوع رفتار و حرکت مفهومش اینه که جمهوری اسلامی قصد تجاوزگری داشته، قصد اشغالگری داشته، قصد تعدی به منافع دیگری داشته؟ ما در کدام صحنه بوده که جمهوری اسلامی آمده حقوق دیگران رو رعایت نکرده؟ خب ما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی آمد که دوره سازندگی خودش رو شروع کنه، جامعه یک جنگ بهش تحمیل شد. آیا حمله صدام و 8 سال جنگ تحمیل بر یک ملت که دنبال استقلال و آزادی خودش بود و دنبال یک نظام جمهوری اسلامی بود به کجا حمله کرد که مستحق این باشه یک جنگ براش تحمیل بشه؟ اونا نسبت به شعارهای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی احساس تهدید میکردن این گونه؟ کی احساس تهدید میکرد؟ ملت‌ها یا رژیم‌هایی که حسابشون از ملت‌ها جدا بود؟ ببینید، صدور انقلاب اسلامی به مفهوم مداخله‌های نظامی و یا مادی و یا فیزیکی نبود. این که یک ملتی میگه من میخوام مستقل باشم و آزاده باشم، آیا حق این ملت هست که بخواد خودش رو پای خودش بایسته؟ خب شما در ایران این رو مشاهده کردید، در طول این یکی دو قرن اخیر که حضور استعمار رو ما دیدیم و در انقلاب مشروطه حرکت‌های مردمی سرکوب شد، بعدش نظام شاهنشاهی آمد حاکم شد. خب کی آورد این نظام ها رو؟ یا انگلیس آورد، بعد کودتای 32 که شما دیدید که امریکایی ها الان در اسنادی که منتشر میکنن میگن که ما بودیم این کودتا علیه این ملت. حالا یک ملت تصمیم گرفت برای اینکه خودش باشه. خب پس حملاتی که علیه این نظام و این ملت شد، این ناشی از مداخله گری نبود، این ناشی از این مسئله هست. من میخوام به این نکته تأکید کنم که چون ملت ایران بر اثر این انقلاب آمد منافع نامشروع اینها رو از کشور خارج کرد، مشخصا امریکایی ها، و چون امریکایی ها به چیزی کمتر از بازگشت به ایران قانع نیستن، دست به هر شیطنت و توطئه می کنن که نگذارن این نظام روی پای خودش بایست. من از شما سوال می کنم، آیا ملت مظلوم یمن به جایی تجاوز کرد؟ آیا شعار انقلابی داد؟ این تجاوزی که بیش از 7 سال علیه این ملت آغاز شد مگر صورت نگرفت؟ این با چه توجیه و بهانه‌ای هست؟ ملت یمن چه گناهی کرده بود؟ خب شما پشت این حرکت اشغال و تجاوز می‌بینید باز امریکایی‌ها هستن و صهیونیسم. اون ملت که مردم افغانستان، افغانستان چه گناهی کردن؟ یک زمان اردوگاه کمونیسم ارتش سرخش رو بفرسته اینجا، یک زمان امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسمی که خودشون عامل تولید و پرورش تروریسم، این شما می‌بینید این فقط در اعترافات امریکایی‌ها نیست که داعش رو میگن که امریکا درست کرد. شما با مردم عراق و سوریه که صحبت کنید می‌بینید که چگونه داعش و گروه‌های تروریستی مورد حمایت امریکایی‌هاست. خب حالا اگر جمهوری اسلامی ایران آمد در برابر این پدیده‌های تروریستی که ساخته استکبار و صهیونیسمه، آمد این طرح رو ناکام گذاشت، آمد به خواسته ملت‌ها پاسخ مثبت داد، به خواسته دولت‌های مشروع پاسخ داد، آمد رفت کمکشون کرد، طرح امریکا و صهیونیسم رو به هم زد. آیا این مفهومش اینه که مداخله‌گری است؟ حالا سوال اینه
اگر جمهوری اسلامی این همکاری رو نمی کرد داعش به کجا محدود می شد؟ لشکرکشی نظامی امریکا به کجا محدود می شد؟ به افغانستان بود؟ به عراق بود؟ و خود امریکا میگه من میخوام از عراق سنگ بنا یک خاورمیانه جدیدی رو با تعریف امریکایی شکل بدم. یعنی اینجا مصالح ملت ها و دولت ها منافع این مردم منطقه کجاست؟ این ادعا که جمهوری اسلامی ایران باعث تحریک دیگران هست این حرف درستی نیست. من به شما به صراحت بگم در طی این 20 سال که فراغازش از ورود اشغالگرهای امریکایی به افغانستان بود، بعد به افغانستان، بعد به عراق، بعد به سوریه، لبنان، فلسطین، یمن، همه اینها هم همزمان فشارهای اقتصادی روی ملت ایران. اینها مسئله ایران نیست. مسئله اینه که امریکا فکر میکرد بعد از فروپاشی شوروی باید فرماندهی واحد جهانی رو در چارچوب دکترین نظم نوین بوش پدر ایجاد کنه و به دلیل موقعیت حساسی که غرب آسیا خاورمیانه داره سلطه امریکا بر این منطقه. اگر این سلطه محقق بشه چه معنایی داره؟ یعنی رژیم اشغالگر رو امنیت رو پایدار کنن؟ سلطه بر ذخایر فسیلی است که امروز دنیا بهش محتاجه و همه دنیا باید بیان کرنش کنن در برابر امریکا. آمدن امریکا برخورد با دولت‌های مستقله، با ملت‌ها، همین که الان ما می‌بینیم. خب جمهوری اسلامی در برابر این ایستاد، نه در برابر ملت‌ها. امروز شما اگر یک نظر سنجی در بین ملت‌ها بکنید بیشترین محبوبیت جمهوری اسلامی در ملت‌ها داره. چرا؟ چون مردم ایران با خون و پوست خودشون آمدن به کمک عراقی ها، به کمک برادران سوری، به کمک برادران افغانی. یعنی این واقعیتی است که الان وجود داره. اما دشمن با عملیات روانی تلاش میکنه به گونه ای مطرح کنه که این جمهوری اسلامی است که داره دخالت میکنه تو منطقه. حالا اون که تجاوزگری کرد از کی اجازه گرفت آمد اینجا ویرانی و کشتار ایجاد کرد؟ و اینو دارن در جامعه جا میندازن. اگر ایران این کار رو نمیکرد مورد تحریم واقع نمیشد. این کاملا ادعای بیموردی است. ببینید مگر ما در برجام با امریکایی ها نشست نکردیم، مذاکره نکردیم با کشورهایی که توی این پنج به علاوه یک؟ و جمهوری اسلامی به همه تعهداتش عمل کرد، امریکا آمد پارک. خواستگی اینا حد یقف نداره. خب یک چیزی رو اونا مطرح میکنن که با توجه به حضور منطقه‌ای ایران در ادامه همین صحبتی که جناب عالی فرمودین، اونها برجام را در حقیقت کافی ندانستن برای اینکه رفتار ایران را متوقف کنه یا رفتار ایران را به گفته خودشان اصلاح کنه در حقیقت، بنابراین اون را غیر مؤثر دانستن. مشکلشان روی این بحث مطرح میشه بیشتر که حضور منطقه‌ای ایران با برجام بیشتر گسترش پیدا میکنه و لذا گفتن اینو بگذاریم کنار. شما چه توضیحی دارین؟ سوال اینه، حضور منطقه ایران، آیا این حضور، ما قطعا حضور داریم، اما نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه نقش سازنده است، امنیت آفرین، ثبات‌زاست. جمهوری اسلامی در منطقه چه نقشی رو داره؟ این هست که بیاد در برابر گروه های تکفیری که جنگ نیابتی رو جایگزین اشغالگری امریکاست، با این پدیده خانمانسوز آمد در کمک به ملت ها مثل عراق کمک کرد و سوریه، لبنان کمک کرد. این پدیده ای که واقعا فاجعه جهان بشری است. خب حالا جمهوری اسلامی نقشی سازنده بوده یا منفی بوده؟ یعنی اگر شما اجازه میدادید این گروه های تکفیری و تروریستی همینطور پیشرفت میکردن اصلا ثبات و امنیتی بر منطقه حاکم میشد؟ جمهوری اسلامی آمده با پس نقش جمهوری اسلامی نقش سازنده است. اما از نگاه مستکبرین که آمدن این جریانات تروریست رو ایجاد کردند
اینا خشمگین هست، اینا ناراحت هست. یا مثلا در عراق، عراق رژیم صدام رفت، مردم عراق و ما حمایت کردیم. ما از همه صحنه ها، چه امنیتی، چه فرهنگی، چه سیاسی، اقتصادی، ما از ملت عراق حمایت کردیم و خواهیم کرد. سوریه هم همینه، افغانستان هم همینه. اما این مردم اراده کردن که یک نظام مردم سالار شکل بده با همه اون مشکلاتش. ببینید نفس دموکراسی و انتخابات برای کشورهایی که در رأسش حکام ارتجایی هست که اونها مردم سالاری ندارن، اونها سلطهشون رو تحمیل کردن، خود این نفس دموکراسی در عراق برای اینا یک تهدیده. خب حالا چون اونها نظام مردم سالار ندارن، مردم به عراق نباید انتخابات داشته باشه، دولت رو مردم انتخاب کنن، اما اونا احساس تهدید میکنن. یعنی اشکال داری نیست که چرا عراق از یک رژیم دیکتاتوری بعثی رها شد، حالا میخواد ارادهش رو، اراده سیاسیش رو، مدیریت جامعه رو خودش به عهده بگیره. مسئله ایران هم همینه. یعنی اونهایی که اشکال میگیرن در حقیقت منافع نامشروعشون به خطر افتاده. امریکایی ها ببینید یک عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ما امریکایی ها هستن با مداخله گریشون. و مسئله دوم وجود رژیم اشغالگر قدسه. شما پشت هر جنایتی گرفت، از این ترور، گروه های تکفیری، جنگ های داخلی، مسئله کودتاها، کشتارها، ویرانی ها، شما می مداخله امریکاست. یکیش هم وجود همین رژیم. یعنی شما تا این رژیم هست و این مداخلات هست، منطقه ما نمیتونه به سمت یک آرامش و ثبات بره. اما اتفاقی که افتاد از رهگذر مجاهدت های مثل شهید حاج قاسم، جبهه مقاومت شکل گرفته. شما ببینید الان دشمن در تلاش بود رژیم سوریه را از بین ببره. سال 2011، الان ما دو سال 2023، عراق مسیر خودش داره میره، لبنان همینطور، انشاءالله افغانستان هم میره به یک سمت ثبات و امنیت پایدار. جناب آقای کاظمی قومی، در مورد مسائل افغانستان چند سوال را خدمت شما مطرح کنیم. اولین بحث از نشست مسکو در واقع شروع کنیم که جناب علی اونجا تشریف داشتین. نشست امنیتی مسکو با چه هدفی برگزار شد و آیا نتیجه ملموس و مؤثری نسبت به تحولات افغانستان در پی داشت یا نه؟ خصوصا با اشاره به این که پاکستان هم در این نشست ظاهرا شرکت نکردن و گفتن که ما این را مؤثر نمیدانستیم. ببینید در موضوع تحولات افغانستان امروز یک همگرایی و هم نظری خوبی بین کشورهای همسایه منطقه و روی تحولات افغانستان به وجود آورده و تأکید بر این هست که ما ابتکارات منطقه‌ای رو بیاریم به کمک افغانستان. امروز منطقه بر این باوره که ثبات و امنیت منطقه، ثبات و امنیت پایدار در گرو ثبات و امنیت در داخل افغانستان. و گام دوم اینه که حالا این ثبات و امنیت پایدار یکی از مسیرهاش مسیر سازندگیه. این نگاه در منطقه داره قوی میشه که ما به عنوان کشورهای همسایه کمک کنیم به ثبات، امنیت پایدار و سازندگی و بازسازی در افغانستان. این کار رو کشورهای منطقه‌ای باید شروع کنن، جامعه جهانی بپیونده. در اجلاس مسکو این جمع‌بندی حادث شد و این که ما کمک کنیم به حکمرانان امروز برای اینکه بتوانیم ثبات و امنیت رو ایجاد کنیم. ببینید امریکایی ها نظامی هاشون از افغانستان طراحی شده رفتن، اما شرارت امریکا نرفت. داعش به نوعی داره قوی میشه. داعش خراسان شکل گرفت. این داعش خراسان به سمت مرزهای شمالی الان هی کشورهای آسیای میانه به نوعی دارن نگرانی هایی که خودشون رو بروز میدن از این داعش و خراسان. از اون طرف شما میدید امریکایی ها دارن با مقامات این کشورها سخن بگن راجع به این که تهدید جدیست.
امریکایی‌ها دنبال چه هدفی هستند؟ دنبال این هستند که از رهگذر این که تهدید جدی است و لازمه مقابله با این تهدیدات ایجاد پایگاه‌های نظامی امریکا تو منطقه است. یعنی پایگاه‌هایی که در افغانستان نتوانستن و جمع کردن ببرن در اونجا. کی الان داره از داعش حمایت میکنه؟ رد پای امریکا رو به خوبی ما می‌بینیم. داعش خراسان به یک نوع. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید منطقه امروز یک اتفاقی در افغانستان افتاده، اما قطعا امریکایی ها شکست خوردن، اما شیطنتشون دست برداشته. منطقه به این جنبندی رسیده، باید همگی دست جمعی کمک کنیم به افغانستان که بره به سمت ثبات و سازندگی. طبیعتا این در عرصه امنیتی است، مقابله با تروریسم، در حوزه اقتصادی است، کمک های انسان دوستانه است. در این اجلاس هم از جامعه جهانی باز که این پول های بلوکه شده ملت رو به بهانه های واهی نگه ندارید، اینا باید آزاد بشود. اگر اینا که شعار میدن نسبت به حقوق انسان ها، خب این مردم چرا الان باید تحت فشار باشن؟ از این جهت به نظر من اجلاس فرمت مسکو مثبت بود، اینکه یک حرکت جمعی شروع بشود، با مقامات حکمرانان امروز گفتگو بشود و تلاش بشه به این که ما بتوانیم مهار تروریسمی رو که امریکا داره حمایت میکنه این رو بتونیم ما مهارش رو بکشیم. خب طبیعتا امروز متولیان در کابل مسئولند، ما باید به اینها کمک بکنیم در این مسئله. خب قطعا در زمانی که در 20 سال گذشته که آمریکایی‌ها اینجا حضور داشتن، ناتو اینجا حضور داشت، جمهوری اسلامی ایران یک نگرانی و دغدغه جدی داشت نسبت به حضور آمریکا و ناتو در افغانستان به لحاظ تهدیدات امنیتی برای خودش. حالا که اونا از اینجا رفتن، شما فکر میکنین این منطقه ما امن‌تر شد نسبت به گذشته یا نه؟ امریکایی‌ها من تاکید می‌کنم شکست خوردن، اما دست از افغانستان نکشیدن. از بعد از بحران اوکراین موقعیت ژئوپلیتیک اکونومیک افغانستان و ایران تقویت شد. امروز مسیر کریدورهای ترانزیت حمل و نقل از مسیر افغانستان ایران قوی تر شد. امریکایی ها وقتی که میگن بزرگترین تهدید بین المللی ما چین است، با روسیه در جنگ، با جمهوری اسلامی در تخاصم هست. خب این مفهومش اینه، افغانستان رو فرار کردن، اما دست بر نمی‌دارن که حالا در اینجا بیاد به سمت ثبات و سازندگی، این کشورها بیان افغانستان رو بسازن، این کشور با این موقعیت خوبی که داره بتوانه یک کریدور حمل و نقل بشه برای منطقه، برای اقتصاد منطقه. اینا درست در جهت مخالف خواسته های امریکایی است. در نتیجه امریکایی ها و متحدین امریکا امروز باز شرارت خودشون دارن. دیروز لشکرکشی نظامی بود، امروز به شیبه های نیابتی است. این که بتونن جنگ های قومی مذهبی رو شکل بدن، داعش رو قوی کنن، حتی یه بخشی از نظامی های گذشته رو ببرن اونجا سازماندهی کنن برای روزی که خودشون فکر میکنن، تحریم های اقتصادی، کنترل هوایی، پهپادهاشون رو بفرستن. ببینید شما این اقداماتی است که دارن انجام میدن. از این جهت قطعا خارج شدن نظامی های امریکا یک نعمتی بود برای مردم در منطقه، برای ما، برای مردم افغانستان و منطقه. اما امروز باید بیش از دیروز پاسداری کرد و مقابله کرد با این دست های نیابتی. من فکر میکنم با اراده ای که الان کشورهای همسایه دارن چی میکنن، ما اگر بتونیم انشاءالله این باب تعامل همکاری رو با کابل قوی تر کنیم، طبیعتا ما میتونیم برای این چالش ها، بحران ها از جمله امنیتی انشاءالله فائق بیاریم. اگر این اتفاق صورت نگیره، هر شبت اون وقت جای تأمل داره که انشاءالله به اون مسیر سازندگی پیش خواهیم رفت. به عنوان آخرین سوال جناب آقای کاظمی قمی، این تعامل با حکومت فعلی افغانستان یقینا در سطح منطقه زمانی نتیجه بخش خواهد بود که مردم افغانستان از حاکمیت موجود رضایت داشته باشند به نحو احسن و مردم افغانستان خواهان یک حکومت فراگیر هستند که به حقوق همه اقشار و حقوق همه ملت توجه اساسی و بنیادین صورت بگیره. و اگر این اتفاق نیفته،
باز هم ممکنه که این توقعات برآورده نشه و در واقع امنیت منطقه‌ای هم حاصل نشه. شما چه فکر میکنین؟ یا شما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه چه تأثیری میتونن داشته باشین بر حکومت فعلی افغانستان در این زمینه؟ موضع جمهوری اسلامی ایران موضع بسیار روشنی است. ما همینطور که در طی بیش از 4 دهه در کنار مردم افغانستان و مورد حمایت ما بودن این مردم، جمهوری اسلامی حمایت خودش رو ادامه میده. البته از یک منظر دیگه من به شما بگم، افغانستان کشور فقیری نیست، یک کشور غنی است. نگذاشتن این استعدادهای خدادادی و این منابع طبیعیش اینها در حقیقت استحصال بشود، و این کشور غنی است. امروز افغانستان اقتصاد مکمل برای جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میتونه باشه، و اینقدر خداوند بهش منابع طبیعی داده که میتونه رو پای خودش بایست. البته خب 40 سال ویرانی نیازمند به کمک های دیگران هم هست، تو وسایل علوم و تکنولوژی و فناوری و چیزهای دیگری که داره. خارج از این مسئله، ما وقتی که نگاه میکنیم به واقعیت های افغانستان، در افغانستانی که بیش از 4 دهه جنگی بوده که اشغالگر آورده، کی شما بر ارتش سرخ پیروز شدید؟ اون وقتی که اون اتحاد و همبستگی ایجاد شد. امروز در برابر تروریسم، در برابر مداخله بیگانه، این همدلی و هم‌افزایی و همبستگی رو میخواد. و چون امروز ملت افغانستان و حکمرانان وارث ویرانی های بیش از 4 دهه‌ای هستن که اشغالگر آورده، یعنی شما با بحران های اقتصادی مواجهی، امنیتی مواجهی، این نیازمند به یک ظرفیت و یک قوه ملی و جمعی داره. طبیعتاً یک دولت قوی فراگیر ملی میتوانه بهتر بر این بحران ها فائق بیاد. ببینید، یک اشتباهی گفتن شد که به نظر من شد در اجلاس بن، این واقعیت در نظر گرفته نشد که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان گرفته نشد، و میبینید که نتیجه بن بعد به شکست انجام میده. این تجربه است. در نتیجه اگر امروز گفته می شود یک نظامی باشه که نماینده همه ملت باشه، باز بابت استحکامشه، قو اقتدارشه، از بابتی که میتونه بر بحران ها فائق بیاد، میتونه مشروعیت بین المللی و اعتماد ملی رو راحت تر جذب کنه. این یک واقعیتی است که باید صورت بگیره. طبیعی است جمهوری اسلامی ایران بلوان یک کشوری که نظامش مردم سالاره. اگه ما سخنی هم میگیم، این سخن اثر خیرخواهی است، اثر برادری است، این به مفهوم مداخله‌گری نیست. ما همطور که اجازه نمیدهیم دیگران در امور ما دخالت کنن، در امور دیگران هم حق اجازه دخالت به خودمون نمیدیم. خب این نگاه الان قوی شده. من در مقامات حکمرانان امروز همین رو میبینم. انشاءالله امیدوارم که این مسئله هر چه زودتر منفعه عملی خودش بگیره. من انصافا در اجلاس مسکو این همگرایی و علاقه همکاری رو با افغانستان به خوبی دیدم، و قرارم شد، پیشنهاد جمهوری اسلامی بود که یک کارگروه عملیاتی شکل بدیم که این رو بتوانیم عملیاتی کنیم و سرعت بدیم، که اینم داریم دنبال میکنیم. من برای ملت ایران، ملت افغانستان، مردم مظلوم و مقاوم افغانستان و همه ملت‌های آزادی‌هایی که امروز زیر فشار سلطه استکبار و صهیونیسم، از خداوند متعال برای همه‌ش آرزوی سلامت و بهروزی و امنیت و شکوفایی و سازندگی دارم. و ملت افغانستان ملت با اراده است، ملت شجاعی است، ملتی است که واقعاً توانسته بر مشکلات فائق بیاد. امیدوارم که انشالله در سایه همدلی و هم ایمانی که داره بتوانه
هر چه زودتر مشاهده شکوفایی این کشور باشیم، ما هم در خدمت. بسیار تشکر میکنم جناب آقای حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران و سرپرست نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. از شما سپاسگزار هستم که در این گفتگو با ما شرکت کردین. بینندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوار، از شما هم سپاسگزار هستم که گفتگوی ما را با جناب آقای حسن کاظمی قومی تا این لحظه دنبال کردین. خدا یار و نگهدارتون.